درود خدمت همیانان عزیز، خانم و آقایون. امروز شنبه اول تیر سال 2578 شاهنشاهی برابر با 22 جون 2019 میلادی. متاسفانه به دلیل اشکالات فنی همرزم عزیز و قدیمی من آقای خیام که خودشون یه سایتی هم دارن به نام میهن پرستان که تمام برنامه های من اونجا هست، حتی برنامه های قدیم برنامه های رادیویی هم اونجا هست، عرض کنم به دلیل اشکال فنی ایشون تا این لحظه موفق به ضبط برنامه دیروز نشدن که تفلک داره سعیش هم میکنه با همه گرفتاری هایی که داره بتونه برنامه رو ضبط کنه، مثل همیشه که در طول این یک سال و نیم تمام زحمات این ضبط برنامه های تلویزیونی رو داشته به صورت صوتی و تصویری در اختیار من قرار بده که من هم منتقل کنم تو کانال که شما عزیزانم در صورت تمایل استفاده کنید. به هر حال پوزش میخوایم که یک چنین اتفاقی افتاده، دیگه کارهای اینترنت و فنیه و کسی هم نمیتونه دیگه جلوشو بگیره، چون دوستان دیگری که متاسفانه ضبط نمیکنن مگر من تو کانال قرار بدم و بچه ها اینا رو به صورت حجم کمتری در میارن و به من میدن. یعنی به عبارتی اصل قضیه ضبط نخسته که توسط همرزم عزیز من آقای خیام صورت میگیره که پیشابیش بازم از ایشون سپاسگزارم و از تمام زحماتی که در طول این به ویژه این یک سال و نیم اخیرشون کشیدن و با دقت و وسواس این کار رو انجام دادن. این در این مورد. روز پنجشنبه که پیش رو میاد عرض کنم من بازم یه برنامه دارم در همون تلویزیون عرضم به حضور شما پارس در اسرائیل که در خدمتون خواهیم بود. حالا ساعتش و تمام مسائلش رو به من خواهند گفت و منم در کانال قرار خواهم داد. به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنم، عرض کردم پیشنهاد میکنم از روز چهارشنبه به برنامه میهن پرستان با یک دقت بیشتری توجه بفرمایید که از روز چهارشنبه بنا به حساسیت شرایط کنونی کشور من شاید در 2 3 4 مشخص نیست، ولی به هر حال در چند برنامه در مورد جمهوریت و مشروطیت مسائلی هستش که باید خدمت همه شما عزیزان به ویژه نسل جوان ایران بگم، چون دارم میبینم همینطور که انتظار میرفت عرض کنم جمهوری خواهانی که انحصار طلب هستند و بدون تعارف همشون افتخار نوکری انگلیس و روسو دارن، به ویژه انگلیس ها و یا افتخار نوکری حزب دموکرات که 99%شون هم کمونیست و توده‌ای و مصدقی و همین هایی که مملکتمون رو داغون کردن، اینها دارن توسط کانال هایی که در طول این سال ها برای خودشون دست و پا کردن، همین تلویزیون های لس آنجلسی و تلویزیون های لندنی میخوان که جریان جمهوریت رو در ایران برقرار بکنن و به عبارتی ادامه بدن به این جریان جمهوریت. اینا معتقدن که این جمهوری اسلامی جمهوری اول بود، ما حالا میخوام بریم جمهوری دوم پیاده کنیم و مردم ایران رو کردن به عنوان موش آزمایشگاهی و کشور ایران هم شده برای اینا یک وسیله بازیچه. نه، اینطور نیست. کف خیابون ها دست ماست، اکثریت با ماست، منتها ما پراکنده هستیم به دلیل نداشتن احزاب محکم سیاسی مشروط خواه و اگر دو سه تا سازمان و گروه هم این ور اونور میبینین اینا هم دارن ساز خودشونو میزنن و خیلی مسائل دیگه که اینا رو من روز چهارشنبه دونه دونه توضیح میدم و دیگه من وارد مباحث دیگه نمیشم. آقا هوشنگ امیر بیناموس رفت فلانجا صحبت کرد، لگن فروش رفت یه در آور شروع کردن مجددا فحاشی به پادشاهان پهلوی و دروغ و چه و چه، تلویزیون اندیشه محمد وزغ شروع کرد مجددا مزخرف گفتن، اون یکی تویله شروع کرد مجددا جفتک انداختن. نه دیگه، من آنچه که باید میگفتم گفتم همه رو و القابشون هم بهشون دادم، چون اینها رو باید به این شکل باشون برخورد کرد که تو ذهن شنونده بمونه. یعنی شما وقتی میگی بهرام شطور، این خیلی قشنگ تو ذهن شنونده جا میگیره که تا اینکه بیای مثلا بگی بهرام مشیری، وقتی میگی محمد وزغ، چون من میدونم دارم چی کار میکنم به چه شکلی باید با اینا برخورد بشه، چون در حال 32 سال اگه من رفته بودم ماس فروخته بودم، الان خودم دارای چند کارخانه ماس فروشی بودم،
32 سال من با این اراذل و اوباش تو خارج از کشور دارم درگیرم، نه من، همه بچه های مبارز، همه بچه های میهن‌پرست، همه بچه هایی که به حال فعال سیاسی هستن و میدونم که باید با چه ادبیاتی تو دک و پوز این اراذل اوباش زد. واقعا اراذل اوباش، جز این هیچی دیگه نیست. اینا به دک و پوزشون و به این دک و پوزشون و به این کت و کراواتشون نگاه نکنید، نه، اینا همونایی هستن که سال 57 خودشون هم دارن میگن، میگن اگه یه بار دیگه ما برگردیم به سال 57، ما دوباره اون شعار ایران بر باده رو، اون شعار بر علی اعلیحضرت رو خواهیم گفت و خواهان مرگ اون خدا بیامرز خواهیم شد. اون یارو جوادی میگه دیگه، اون که میگه من مال حزب نمیدونم کارگری هم، نمیدونم چی چی هم، من بهش میگم جواد خالدار، آدم بسیار خائن خبیث کثیف دروغگوی بیشرفی که در کنار سایر اراذل اوباش چپ که میبینید دیگه همین الانم هم میان تو کانال برای منم پیام میذارن فحاشی میکنن که من متاسفانه نمیتونم اونا بذارم کاملا تو کانال که ببینید چه فحاشی هایی به خاندان پهلوی میکنن و اساسا به ایرانی فحاشی میکنن، مسخره میکنن، آقا آریا، آریا شما همه تو نجات پرستین و این مزخرفات. به هر حال امیدوارم فردا بتونم یه پیامی برای شما عزیزان بگذارم. فقط بهتون بگم خیلی ما در شرایط حساسی هستیم، درک کنید، خواهش میکنم اوضاع رو. این سونامی ناامیدی رو از طریق این کانال ها، از طریق اطلاعاتی ها، بسیجی ها که میان پخش میکنن توی این فضای مجازی، نذارید این سونامی ناامیدی شما رو بگیره. اصلا و ابدا ما کار خودمون رو داریم میکنیم، ما داریم وظایف خودمون رو انجام میدیم، ما باید پادشاهمون رو برگردونیم. ما کاری نداریم دنیا میخواد با اینا حرف بزنه حرف نزنه، مذاکره بکنه مذاکره نکنه، شرط بذاره شرط نذاره، پاشو بیا عمان، پاشو بریم ترکیه، بیا بریم نمیدونم سوئیس، اصلا ما کاری به این کارا نداریم. ما یک وظیفه ای داریم و اونم این هستش که نظام برحق و انسانی پادشاهی رو به رهبری اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم به ایران بازگردونیم. بازم ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم کاری به کار اعلیحضرت نداشته باشید. ایشون در فلان کنسرت رفت، نمیدونم در فلان مهمانی رفت، در فلان کشور رفت، با این تلویزیون حرف زد، با اون نمیدونم شخص گفته او کرد، اصلا ما کاری به کار اعلیحضرت نداریم. ما وظیفمون این هستش که پادشاه قانونی کشور اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سومو بنا به وصیت اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر که فرمودن من ولیعهد جوان را به ملت ایران و به خدای بزرگ و به ملت ایران میسپارم، ما باید ولیعهد جوان دیروز و پادشاه کنونی امروز رو، این مرد واقعا میهن پرست رو، به کشورمون برگردونیم. در کنار هم باشید، اگر میبینید به خانواده پهلوی حمله میشه شما هم دست جمعی برید و پاسخ بدید، اما باشون طوری صحبت کنید که به همین شکل باهاتون صحبت میشه، نترسید از اتهاماتی که بهتون زده میشه. خیر، جواب دشمن رو باید عین خودش به خودش بدید. دشمن اگر با چاقو حمله کرد با چاقو جوابشو بدید، دشمن اگر با قمه حمله کرد با قمه جوابشو بدید، با سلاح گرم اومد با سلاح گرم جوابشو بدید، دشمن با هر نوع ادبیاتی باهاتون صحبت کرد با همون ادبیات. اینطوری نمیشه که دشمن برای شما شمشیر بکشه شما مثلا بخواید دستت ناخونگیر باشه، نه اینطوری نمیشه. برای همین هستش که همیشه ما مشروطه خواهان تو سری خوردیم و عقب موندیم. اینکه یه دمالو از این مشروطه خواهای گیج اصلا از مرحله پرت که نه، باید با اینا با ادبیات و اصلا و ابدا، کسی که با زبان زشت با کلمات زشت با میاد و خود شما برای من کپی میفرستید در این کانال ها، چه فحاشی های به خاندان پر افتخار پهلوی میشه در فیسبوک، در اینستاگرام یا هر جا، با همان زبان پاسخشون رو بدین، رهبرانشون رو با همان زبان باشون برخورد کنین. اما شماها نباید آغازگر این داستان بشید. باهاتون مؤدبانه صحبت شد، مؤدبانه صحبت کنید. باهاتون خواستن بحث سیاسی بکنن، بحث سیاسی بکنید. ما دستمون پره، چون پشت سر ما 2500 سال تاریخ خوابیده، پشت سر اینا 200 سال هم تاریخ نخوابیده. از دیگه بخوایم خیلی تعبیرشون بگیریم، بگیم از شروع جریان قجرها دیگه، خیلی بخوایم بهشون بخوایم تاریخ چیز کنیمشون، وارد تاریخ بکنیمشون. به هر حال ما 2500 سال دستمون پره و همیشه هم در طول این 2500 سال ثابت کردیم که
به فکر تمامیت ارضی کشور بودیم، به فکر فرهنگ ایران بودیم، به فکر تاریخ ایران بودیم و برای ادامه حیات ایران هم از جونمون گذاشتیم. بیش از این دیگه وقتتون رو نمیگیرم، سرتون درد نمیارم. بازم ممنونم از همه دوستانی که همکاری میکنید و من مورد لطف و محبتتون قرار میدید. امیدوارم که منم لیاقتش رو داشته باشم که در کنار همه شما عزیزان دست در دست هم برای بازگشت به نظام برحق و انسانی شاهنشاهی با هم همکاری بکنیم تا بتونیم که ایران آریایی خودمون رو باز پس بگیریم. مطمئن مطمئن باشید، مطمئن مطمئن باشید که پیروزی نزدیکه و ما پیروز خواهیم شد. مطمئن باشید، اصلا به این موضوع شکی نکنید. با این اخبار این بر اونبرم کارتون نباشه. جلو رو نگاه کنید و راهی رو که انتخاب کردید همین راه مستقیم رو برید. راه همونه. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. شاد و پیروز باشید. امیدوارم فردا بتونم پیامی براتون بذارم، در غیر این صورت چهارشنبه در ایران آریایی که مهمان منازل شما خواهم بود. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاسگزارم.